دکتر من روی خط هستم. بله شما روی خطی جان. دکتر جان من آشنایی با شما از طریق یه اتفاقی بود که یکم تلخ بود برام. من یه بریکاپی کردم و الان اگه اکس منم مشغول در واقع از عروسی و ایناشون هستن، با اینکه برای من خیلی تلخ بود ولی خب لابلای حرفاشون من اسم شما رو شنیدم چندین ماه پیش و شروع کردم در واقع صحبت های شما رو که توی اینترنت بود گوش کردم و خیلی استفاده کردم و حین اونا خیلی از سوالام رفع شد، ولی یه چند تا سوالم برای خودم پیش اومد با توجه به زندگی که داشتم. آکی عزیز شما چند سالتونه؟ من 35 سالم هست. چی خوندی چه میکنی؟ من مشغول خوندن دکترای کامپیوتر هستم توی امریکا، یک از دانشگاه امریکا. چه مدتی است امریکایی؟ حدود 2 سال. قبلا ایران بودید؟ بله بله. اونجا چه میکردید؟ برای که به هر حال 32 سالتون بوده، اونجا کارشناس بودید، کارشناس ارشد بودید، چه میکردید عزیز؟ بله بله، من کارشناسی ارشدم هم توی همین رشته تموم کردم و 6 سال مشغول کار بودم توی ایران، شرکت های بزرگ. اوکی. چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟ ما 4 تا خواهر و برادر هستیم. من فرزند دوم هستم، یه خواهر بزرگتر از خودم دارم با فاصله 3 سال و یه خواهر کوچکتر از خودم دارم با فاصله 1 سال و یه برادر کوچکتر با فاصله 8 سال. اوکی. خب از نظر از چه طریقی آمدید؟ به عنوان دانشجو آمدید امریکا یا؟ بله بله، من برای دکترا پذیرش گرفتم. اوکی. از نظر ازدواج و اینا چه کرده بودید یا رابطه؟ والا دکتر روابط خیلی زیادی درگیر شدم و تموم شد، عناوین مختلف اینا تموم شد. مقصودتون در ایرانه؟ یکیشون تقریبا فقط به مرحله خانواده رسید ولی خب بقیهشون تو همون مرحله آشنایی معمولا و دوستی تموم می شدن. خب از وقتی که اومدید هر جور دلت میخواد ازم درباره، اگر میخوای راجع به روابط یا رابطه صحبت کنی هر جور دلت میخواد گفتگو رو. میخواستم یه بیوگرافی کوچیکی از خودم سریع بهتون بدم چون که یه سری در واقع علائمی دارم، میخواستم که شما هم در جریان باشین که تو زندگیم چیا گذشته. اوکی بفرمایید. خب عرض کردم خانواده رو که خب 3 تا بچه بودیم و در واقع پدر مادر و تمام فرزندان الان تحصیلات عالیه دارن، همه دکترا و اینا هستن و چیزی که من همیشه یادم میومد اینه که اختلاف سنی پدر مادرم حدود 10 سال بود و روابطشون خوب بود. من هیچ موقع دعوا و اختلاف شدیدی تو خانواده ندیدم ولی خب از نظر سطح هوشی و شاید تا حدی فرهنگ و دنیا بینی شاید بگم که خیلی به هم نمیخوردم. پدرم مثلا تحصیلات عالی از کشور خارجی خوبی داشتن، دانشگاه خیلی خوبی داشتن ولی خب مادرم مثلا کسی بودن که خونه دار بودن. اینا احساس میکردم این 2 دنیا به هم دور است و این 2 تا آدم به غیر ازدواج هیچ دوستی بینشون نیست. از اون که بگذاریم، من خودم از بچگی بچه بودم که یه مقداری کنجکاو بودم و واقعا بچه اذیت کنی نبودم، ولی کن همیشه مثلا توی خانواده به خاطر زیبایی که داشتم یه مقدار تفاوتی که ظاهرم با فرزندان دیگه داشت یه مقداری همیشه تحت توجه بودم، یه مقداری باعث حسادت خواهر برادر بودم ولی خب برای خودم اون مسئله خیلی مطرح نبودش. یعنی بیشتر و به خاطر شیطنت یا به خاطر این چیزا تنبیهی که می شدم باعث شد که از مادرم هم خیلی دور شدم. تنبیه شدید خیلی نبود ولی خب تنبیه بدنی هم توش بود، به خاطر همینم احساس میکردم من گرایش دارم به سمت پدرم بیشتر، با اینکه در کل میتونم بگم تقریبا تنهام زندگی میکردم. یعنی با اینکه تو خانواده بودم ولی خب از همون بچگی یه استقلالی توی رفتارم بود. حتی برای سوالام من کمتر به پدر و مادر مراجعه میکردم از همون کودکی، حتی برای کمک گرفتن مثلا توی تکالیفم واقعا نه به سراغ پدر نه به سراغ مادر نمیرفتم، فقط اگه قرار بود مثلا چیزی ازشون بخوام، کتابی چیزی مثلا برام تهیه بکنن، اون موقع مثلا به سراغشون میرفتم و این درست خلاف جهتی بود که مثلا خواهر و برادرام داشتن. بعد ولی خب از کودکیم راضیم، کودکی بدی نبود تا زمانی که اینم بگم که من تقریبا تا یه سن خیلی زیادی، تقریبا تا 12-13 سالگی که یادم میاد، من یه مقدار خفیف بی اختیاری ادرار داشتم، یه مقدار یعنی در بیداری و
توی جمع ممکن بود که اختیار رو از دست بدم و اینا، ولی خب خیلی هات نبود، ولی خب بودست. نقاشی میکردم از بچگی و یعنی کلا خلاقیت هم خوب بود، برنامه ریزیم خیلی خوب بود، ریاضیات هم فوق العاده بود. توی مدرسه معمولا شاگرد اول بودم، مقام های علمی می آوردم، تا دبیرستان تا راهنمایی همیشه شاگرد خوبی بودم و این خلاف چیزی بود که حالا مثلا از خواهرام چه بزرگتر چه کوچکتر وجود داشت. و باز از همون سن پایین شروع به ورزش خیلی شدید کردم، واقعا نمیدونم چرا این کار میکردم. چه ورزشی، جمعی یا شخصی؟ آنه شخصی بود. مثلا واقعا از سن 12 سالگی شروع کردم دویدن های خیلی شدید، یه خورده اضافه وزن داشتم، ولی خب واقعا نمیدونم به خاطر افزایش وزن بود یا هر چیزی که بود شروع کردم. و خب تا الانم من این ورزش رو 20 چند سال ادامه دادم، طوری که مثلا همه تعجب میکنن که به عنوان یه دختر مثلا روزی میتونم 7-8 کیلومتر بدوم بی توقف. خب یه خورده برای دیگران تعجب برانگیزه، ولی خب دویدن تنها چیزیه که من موقع دویدن به چیزی فکر نمیکنم، یه آرامشی به من میده، یعنی اون همه تخلیه انرژی انگار یه آرامش به من میده. بعد اینا همه گذشت تا زمانی که من از اون شهرستانی که توش بودیم توی سن 17 سالگی، اینم بگم که من یه خورده زود مدرسه رفتم، یعنی خب یه خورده جسم که خیلی بزرگ نبود، ولی خب بیتابی میکردم برای مدرسه رفتن، واقعا عاشق درس و مدرسه و پیدا کردن دوست جدید بودم. یه خورده زود رفتم مدرسه و دانشگاه، تقریبا یه سال حدودا یا نصف سال زودتر از بقیه رفتم دانشگاه. و از همون موقع باز میگم خلاف خواهر برادرم، مثلا خلاف خواهر بزرگم، اتفاقاتی که براش افتاد، من یه مقدار استقلال نظر و اینا داشتم با انتخاب خودم. مثلا رفتم دانشگاه، رفتم خوابگاه، با وجود اینکه همیشه مخالفت تو خانواده نه سنتی، ولی خب این مخالفت همیشه تو خانواده ما بود، حالا پدر مادری، ترس از هر چیزی که فکرشو بکنیم برای یه دختر، ولی من میتونم بگم کار خودمو کردم و اعتماد پدر مادرم من بودش. من رفتم یه شهرستان خیلی بزرگتر به خاطر رشته‌ای که واقعا دوست داشتم و اونجا خیلی تنها شدم، یعنی واقعا همیشه فکر میکنم که من یکی از بزرگترین شاید نقطه عطفای زندگیم همین جدا شدن بود. گاهی پیش خودم فکر میکنم اگه که برگردم عقب من نباید تو این سن جدا میشدم از خانواده، ولی این کارو کردم. و اون تو اون سن کم خوابگاه و خب تماس ندرتی و دیدار واقعا ندرتی در سال با خانواده، انگار شخصیت منو یه ترنینگ پوینتی بود، یه چیزی توش انگار شکست یا عوض شد. بعد اون چند سال واقعا شاید بگم حتی افت تحصیلی هم یه کم پیدا کردم خیلی خفیف، ولی خب درسام کلا شاگرد متوسط بودم توی کلاس، نه بالا نه پایین. بعد عوضش مثلا خب یعنی دوست خاصی هم نداشتم، چه دختر چه پسر، ولی خب بیشتر گرایش هم سمت پسرها بود، نمیدونم دلیلش چی بود، ولی خب سمت پسرها بود. اینم بگم که میگم بچگی از مادر کمی دور بودم، یکم سمت پدر مثلا. نه اونو متوجه شم، نه خیلی وقت نریم که تکرار کنیم اونا که شنیدم. بله، عزیز نه به من بگو که این گرایشی که به سمت پسرها داشتی به عنوان پسر و مرد بودن یا به عنوان اینکه دوست دختر نداشتی دوستای پسر داشتی که دوست بودن؟ آره دومی یعنی هم صحبتی اونا رو ترجیح میدم. گاهی به نظر می اومد که دخترها خیلی خنگن یا چیزایی که صحبت میکنن دور از جون، انگار به نظرم احمقانه می اومد. مسائل دخترونه رو خیلی دوست نداشتم، با وجود اینکه از نظر میگم ظاهر و پوشش و همه اینا من کاملا دخترونه بودم، ولی منطق و طرز فکر رو شاید بگم اون اصولی که سادگی تو پسرا بود ولی انگار منطقشون قوی تر بود و من خیلی بیشتر به ذهن و فکر من نزدیک تر بوده. الانم هم تقریبا همین حس رو دارم، یعنی تو این سن هنوز این حس با من وجود داره، خیلی دخترهای کمی رو میتونم به عنوان دوست قبول بکنم. بعد اواخر لیسانس هم من کشیده شدم، اولین بار بود که سر چت و صحبت و اینا به سمت مسائل جنسی و اینا کشیده شدم. تا اون موقع سن 23 اینا هیچ حسی هیچ چیزی تو وجودم نبود واقعا، ولی خب در پایان لیسانس هم یه بار این رابطه رو غیر کامل تجربه کردم و اون تموم شد. دوره لیسانس من تموم شد و وارد ارشد شدم، به تهران اومدم، شهر خیلی بزرگی بود. و توی همین دوره بود که در واقع با میشه گفتش که مهمترین شخص که تا حالا باهاش آشنا شدم و اینا
از نظر رابطه در واقع با جنس مخالف روبرو شدم. خیلی پیشرفت، خیلی سریع پیشرفت، خیلی عاشقانه و قشنگ بود، ولی خب متاسفانه ما با خانواده ها که مطرح کردیم سر مسئله بیهوده ای مثل مثلا مهریه و این چیزا، این قضیه به هم خورد و هنوز رو خطم. دکتر عزیز میشنوم تون، فقط به من بگید بله. که علت مخالفت خانواده چه بود؟ والا دکتر اختلاف فرهنگی بود. ایشون یه تک پسری بودن با یه خواهر بیمار و تمام میتونم بگم با پدر و مادر سال خورده و تمام چشم و چراغ این خانواده همین پسر بود و خب خانواده منم اولین کسی که بودم که داشتم از خانواده به قول معروف ازدواج میکردم. پدر و مادر منم بی تجربه و این حساسیت های بالا و فرهنگ متفاوتی که بین دوتا شهر بود باعث شد که توقعات متفاوتی هم وجود داشته باشه و من به عنوان یه دختر میتونم بگم تمام تلاشم رو میکردم که این وسط رو بگیرم ولی موفق نشدم، با وجودی که خانواده ها خود ما رو به عنوان طرف مقابل، یعنی ایشون رو به عنوان داماد، من رو به عنوان عروس مثلا کاملا قبول داشتن، هدایای رد و بدل شده بود، ولی همه چیز به هم خورد و در واقع این در چه سنی؟ ارشد ما دوره سن 23 سالگی پایان دوره ارشد من بود که خب با وجود اینکه مشکلات زیادی داشتم به هر حال دوره ارشد تموم کردم. ضربه خیلی عاطفی سنگینی برای من بود و به هر حال وارد محیط کار شدم توی همین سن، حدود سن 24 سالگی بود. اینم بگم دکتر من از همون موقع سن 22 سالگی تقریبا یا یکم قبلش من مبتلا شدم یا دچار شدم به بولیمیا و این روز به روز بدتر شد تا همین امروز که تقریبا میتونم بگم هر روز این قضیه وجود داره و من اصلا نتونستم کنترلش کنم. یعنی آخه چطور نتونستید کنترلش کنی؟ آخه این کار که خطر مرگ داره. حق با شماست، من انقدر مطالعه کردم، هر کاری بگید کردم، ولی خب واقعا صد تا قرار هر چیزی. نه آخه الان اگر وزنتون اینا چطوره؟ نرمالم به نظر خودم. خب آخه عزیز این که از دو چیز میاد، ولی همه میگن تو هیچ چیزی برای کم کردن نداری. آخه یکی شما واقعیت ها رو و در ارتباط مثلا به ظاهر و بدن و وزن اینا خراب میکنید، دوم که یه خشم کوبنده داره، این از کجا میاد؟ نمیدونم دکتر، واقعا نمیدونم، یعنی ایناست که منو دیوانه کرده. حالا باز بریم جلوتر، شما فکر کنم چیزای وحشتناکتری هم ببینید. خب پس حالا برای که برسیم وحشتناک، البته باید خلاصه کنی عزیز، برای که من 4 تا خط 3 تا خط دیگه هم دارم. ما پیاموار میشیم برمیگردیم صحبتتون رو با هم ادامه میدیم. شنگار اجبرن بابا باش. فرمایید. الو دکتر جان، شما از من سوال فرمودین که این خشم از کجا می اومد. من فکر میکنم بیشتر نسبت به خانواده خودم بود، طوری که چندین بار تو مکالمات و سوالهای بعدم باز یه درگیری‌های لفظی جهاداری که بهتون من متوجه شدم. آقا بلومیت موضوع اصلی و اساسی شونه، ولی چراییش خیلی مسئله پیچیده است و غالب اوقات برای بچهای اول اتفاق میفته. جالب اینه که شما دومی هستید. خب حالا این میگم کم شاد بگم کمترین مشکل من. خب حالا به من بریم سراغ عزیز، بریم سراغ مسائل اساسی، وارد جزئیات نشو. من یه تصویری از تو دارم برای که دنبال این هستم ببینم کجا داریم میریم جان. 24 سالگی من وارد محیط کار شدم و توی همون محل کار اولم بود که توجه یکی از افراد شرکت رو جلب کردم. واقعا هیچ تمایلی به قیافه و ظاهر و ایشون نداشتم، به غیر از اینکه در واقع من شکست عاطفی خورده بودم و باعث شد که من به این آقا نزدیک بشم و حتی به قول معروف دعوت به صحبتش رو قبول کنم با وجود اینکه هیچ گرایشی نداشتم به ایشون، ولی خب انگار لج کرده بودم. و ایشون منو یک مرتبه به خونه برد و متاسفانه مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم و بکارتم رو هم از دست دادم و سعی کردم همون موقع خودکشی کنم، ولی خب ایشون مانع شد و به خاطر اینکه خودشون این کارو کرده بودن و ظاهرا آدم بدی هم نبودن، واقعا نبودن، تلاش کردن نگه دارن، تلاش کردن حتی یه جوری به قلب من راه پیدا کنن، حتی برای ازدواج درخواست کردن اینا، ولی من واقعا از ایشونم متنفر شده بودم و توی کارم هم خیلی به خاطر همین ضربه دومی که خوردم واقعا هم میترسیدم، با خانواده نمیتونستم در میون بذارم، یعنی واقعا توی شهر تنها و با این همه مشکلات روحی که روی من بود واقعا خورد شده بودم دیگه، ولی کاری نمیتونستم بکنم. و از طرفی ایشون هم از من روابط جنسی خیلی زیادی میخواستن و انگار تازه اون تمایل نهفته منم بیدار شد و منم شروع کردم و اونقدر این رابطه های جنسی زیاد بود که ایشون خودشون تعجب میکردن که میگفتن تو هیچ موقع نه نمیگی و خیلی لذت میبردن و خود منم همینطور.
و در این حال من از ایشون همیشه اون تنفر رو داشتم، یعنی هر موقع سعی میکردم بیشتر از یه حدی نزدیک بشن پس میزدمشون. و تموم شد تا ایشون رفتن خارج از کشور، با وجود اینکه دل شکستم شدن از دست من، به هر حال رفتن خارج از کشور و من باز رابطم با افراد مختلف به خصوص از طریق فضای مجازی اینو ادامه میدادم. میتونم بگم بیشتر از 20 نفر آدمهای مختلف تو اینو، حتی البته من همیشه واقعا ته ذهنم این بود که یه آدم خوب رو پیدا کنم و باش ازدواج میکنم به هر حال، یعنی هیچ موقع دنبال وقت گذرونی غیر از همین آقایی که گذشت نبودم واقعا. ولی خب متاسفانه به خاطر اینکه هر کسی این مشکل رو میفهمید نهایت سوء استفاده رو میکردم و منم واقعا دختر ساده ای بودم، یعنی اینو همیشه من فیدبک رو از اطرافیانم گرفتن که میگن تو بیش از حد ساده ای، بیش از حد اعتماد میکنی و این خوب نیست. خلاصه من میگم واقعا رابطه زیاد داشتم با افراد مختلف و توی همونا اسم میکنم دیگه اصلا تقریبا یه مقدار به این قضیه بی تفاوتم شده بودم، با وجود اینکه دو بار با اقدام شخصی خودم رفتم این جراحی رو کردم که در واقع نبگم به این مسائل، ولی خب انگار توانشو نداشتم یا انگار جامعه یه جوری منو هول میداد. میگم همه جا این تقاضا و این پیشنهاد، حتی با وجود اینکه از گذشته منم کسی خبر نداشت بود، حتی توی کلاسایی که میرفتم، حتی از سوی افراد متأهل، واقعا انگار هر جا میرفتم انگار یه سری آدم ها و نمیدونم به چه دلیل به سمت من جذب میشدن. شاید یه مقدارش ظاهر و زیبایی بود، ولی انگار یه چیزی بود که همیشه این مردان رو جذب میکرد. هم لذت بخش بود برای من این جذب شدن اونا که حتی احتیاج نداشت من سعی بکنم، و هم ازش بیزار بودم یه جورایی. تا زمانی که من فهمیدم که در واقع این رابطه چیز جز خستگی نداره و تلاش کردم درسم رو ادامه بدم و بیام برای دکترا به خارج از کشور، و تو همون حین که دیگه پارتنری برای خودم قبول نکردم، البته تو تمام این سالا هم وجود داشت. یه چیزی هم توی پرانتز بگم که تو این سالا من انقدر بعد از اون ترک اون نفر اول انقدر احتیاج به سکس هم زیاد شده بود و کماکانم هست که ممکن بود هین در یک زمان با بیش از یک پارتنر، حتی در یه روز با بیش از یک پارتنر ارتباط داشتم. ممکن بود فکر کنم هر دوشون رو دوست دارم، ولی در واقع خیلی کم پیش می اومد که عاشقانه یکیشون رو دوست داشته باشم، و اگرم تامین نمی شدم ممکن بود روزی 7-8 دفعه خود ارضایی بکنم، که این مشکلم کماکان وجود داره. امروز کمی کمتر شده، روزی یک دفعه یا حداقل دو روز یک دفعه هست، ولی خب بعضا واقعا دیوانه میشم. یعنی نمیدونم آقایون شاید این حس رو بیشتر داشته باشن، ولی تو من این حس واقعا قویه و خیلی اذیت هم میکنه. واقعا آرزو میکنم که کاش این شکلی نبود. خلاصه همه اینا تمام شد و من متاسفانه دم رفتنم از خانواده متوجه این قضیه شدن و خیلی رابطم با خانواده هم به هم خورد. پدری که همیشه به من افتخار میکرد کلن دیدش داغون شد، نابود شد، میتونم بگم پیرش کردم من. و با خواهر و برادرم همینطور قطع رابطه هستم، الان 2-3 سال هست. با مادرم خیلی کم و کلن اون بوند خیلی کمی هم که بین من و خانواده وجود داشت خیلی ضعیفتر شد و بی‌حرمتی‌های خیلی زیادی توی خانواده، به خصوص از طرف خواهر کوچکترم که همیشه یک حسادتی بین ما دو تا بود و درگیری بود بینمون، از طرف ایشون شد تا جایی که حتی خونه با دوربین فیلمبرداری منو کنترل می‌کردن و واقعا وحشتناک بود اون زندگی. و خدا رو شکر می‌کنم که حداقل از اون فشار که من حتی دچار علائم سر شده بودم از شدت استرس و دست و پا بدون کنترل شده بود و پرش و عدم کنترل دهان و چشم و حرکت چشم و همه چیز پیدا کرده بودم اواخر، با اومدن به اینجا همه اینا رفع شد و مشغول درسم شدم و الان تنها دردم در واقع همون میتونم بگم اعتیادیه که به بولینی دارم، به پورن دارم. و توی اعتیاد به پورنم دکتر، من از تماشای خود فیلم ها بدون اینکه با خودم تاچی داشته باشم حتی میتونم به اونجا برسم. و توی سکس یه چیزی که برای من عجیبه توی فیلمایی که مثلا واقعا برام لذت بخشه اینه که خشونت و تسلیم رو دوست دارم، یا انواع سکسایی که عجیب و غریب هستن، و گاهی توی ذهنم سویچ میکنم به اینکه من یه مرد هستم و دارم با زن سکس میکنم. یه مدتی برام کنجکاوی این بود که آیا واقعا نکنه تمایل به زنان وجود داشته باشه، چون که واقعا بدن اونا رو که نگاه میکنم لذت میبرم، ولی فقط این در حد نگاه کردنه، اصلا از اون اصلا جلوتر نمیره. ولی خب یه انرژی عجیب و زیادی از نظر انرژی بدنی تو وجودم هست که نمیدونم اصلا از کجا داره میاد. خب دکتر، من زندگی ناممو به شما گفتم و یه سری سوالاتی دارم. خب سوالتو بپرس عزیزم. من
6 7 دقیقه میتونم صبر کنم، بگو چی هست منم حد نظرمو به تو بدم. چش دکتر، من مشکل سلف استیم رو خودم متوجه شدم وقتی که به دعای شما گوش دادم. نه متوجه هستم، اونا مسائل اصلی تو نیست عزیز. بله دکتر، یه سوالی که داشتم، یعنی ویدئوهای شما رو گوش می‌کردم، یکی از چیزایی که شما گفتید این بود که بعضی از افراد کالای ازدواج نیستن. اصلا باز اونجا نرو ازدواج مشکل تو. آره این برای خود من ایجاد شد که خودم هستم یا نیستم. نه صبر کن، اولا تو زمینه سنگین منیک دیپرشن داری، ولی خوشبختانه بیشتر وقت تو منیکی، ولی حالت افتادن و سقوط رو داری، بنابراین دو قطبی هستی. و دوم این که borderline personality disorder، شخصیت کاملا ناپایدار یا مرزی یا مرزی، یعنی تو اصلا حد و مرز نمیشناسی و اصولا پدیده ها باید به مرحله افراطی و تون برسن تو اصلا سیستم تو رو راه بندازه. یعنی تو با یه دونه فرض کن کبریت، این دیگه بزرگ وجودت جوش نمیاد و بنابراین یه آتش سنگین میخوای و به همجاست که با افراط و تفریط ها همراه. شخصیت borderline personality disorder داری، احتمالاً هیستریانیک هستی، شخصیت هیجان نمایشی داری همراه با manic depression و اینا دست به دست هم میده، در تو یک اضطراب پنهان هست که تا حدود زیادی کنترلش کردی، خشم کوبنده بود. من خوشحالم نیستم، یعنی خیلی با دیگران خیلی راحت دوست میشم، ولی تمایل به شرکت در جمعای دست جمعی و اینا رو وقتی که کال میکنم برای بیرون رفتن اینا خیلی سنگین هستم توی رفتن و معاشرت کردن. خب اون زمینه افسردگی است داری. شادم نمیکنه واقعا، خیلی به سختی دیگه شاد میشم. خب به همین جهت است که باید هیجانات کاذب بزرگی درست کنی تا بتونی باش راحت باشی. مشکل سنگین و جدی عزیز، یعنی این به تدریج چیزی که به تو میتونه غلبه کنه افسردگیه، بعدم ماجرای حرمت نفس و اینا مسائل کم اهمیت تریست، کالای ازدواج اصلا نیستی به دلیل اینکه اصلا یه زندگی عادی معمولی تکراری تو رو به هیجان نمیاره. تو اصلا باید با هیجان زندگی کنی عزیز، یعنی اگر اکسایتمنت نباشه برای تو زندگی معنی نداره. ولی تو زندگی بیرونی واقعا، یعنی من مثلا پارک، شهر بازی و جاهای هیجان انگیز رو واقعا زیاد دوست ندارم. آخه اونا مسئله تو نیست، تو مسئله آدم هاست. یعنی چیزی که برای تو موضوع اصلی و اساسی فقط مرد است و رابطه جنسی. در مردان غرورشون رو خیلی دوست دارم، یعنی همیشه مردایی که مغرور و مرموز و دست نیافتنی هستن. خب یه برای که اونا در حقیقت مثل قله‌ای میشه که نگاه میکنیم که من باید این قله رو فتح کنم. البته دست نیافتنی که معنایی برات نداره، خودت هم میدونی. اشکال کار اینه که ما در دنیایی هستیم که به دلیل آنچه که هست و آنچه که یه مقدار به زمینه طبیعی ما مرتبطه، زنان مخصوصا اگر کمی باهوش و آگاه باشن یا از ظاهر و زیبایی برخوردار باشن، تقریبا نمیخوام بگم همه اون وقت یه اعتراض میکنن، ولی بیشتر مردان رای بخوان میتونن داشته باشن. شما اعتماد به نفس آدم رو بریم بالا دکتر، ولی خب اعتماد به نفس رو بالا نمیبرم. آخ تو با تبلیغاتی که درباره زیبایی و ظاهر خودت کردی و بعدم باهوش هم هستی، من کساییه که از اول واقعا پلن چیزی رو ندارم. آه نه معلوم نیست، واقعا رو نشون نمیدم. نه بعدم خب تو همیشه میخوای ببینی که اونا راجع به تو چی فکر میکنن، ولی خیلی زود متوجه میشه ای بسا اونا بعد از اینکه آشنا میشی سنگین تر از بقیه متوجه تو بودن، ولی به دلیل این بازی رو یه جور دیگه میکنن. به هر حال آنچه که هست کالای ازدواج نیستی، کالای پدری و مادری نمیتونی باشی. اگر یه روانشناس خانم خوب یه مقداری کمکت بکنه، یه مقدار راه رو میتونی بری. چیزی که منو نگران میکنه حالت بلومی که توی که میتونه به کشتنت بده، برای که میتونه در یک آن در حقیقت جرقه ای که باید بزنی که قلبت کار بکنه کار نکنه، سنکوب کنی، یعنی سکته قلبی کنی. در این حال مشکل جسمی هم دارم من، آیا غیر از بولیمیا واقعا، یعنی نه آخه مشکل جسمی نیست، اون کاملا یه مسئله روانیه. درسته، ولی تو نمیتونی به این راحتی از لذت بگریزی، کنجکاوی تو تبدیل میشه به یک نوع پی بردن به رازها و زوایای پیچیده وجود انسان، و این رو تو در وجود آدم ها دیدی و به همجرس که کنجکاوی داری، حتی گرایشت یا توجهت به خانم هم از همون جا میاد
که اونا چه خبره، حتی نوع فیلمایی هم که میبینی یا چیزایی که تو رو به هیجان میاره، از همونجا میشه اشکالات و انحرافات جنسی تام دید. حالا رو خط من تعجب من از این بود که گفتی که بعد از اینکه به هر حال باکرگی تو از دست دادی، اگر اشتباه نکنم گفتی دوبار رفتی که مثلا این رو ترمیم کنی که وانمود کنی رابطه جنسی نشه. اون برای من خیلی تعجب آور بود. یعنی من تو... واقعا به خاطر اینکه خب این فشار روانی همیشه روی من بود. یعنی من خب من متوجه هستم کردم راضی نبودم، نه بدنا خب... میخواستم ولی روانا من تو فشار خب بودم. آخه این که تو بخوای از اون طریق خودتو کنترل کنی که معنی نداشت عزیز. بعدم این که برمیگردیم میگی مردان، خب تو اتفاقا شاخکات و آنتنت به گونه ایست که دقیقا اونا رو تو زودتر از اینکه خودشون متوجه بشن متوجه تو هستن بهشون توجه میکنی، و بعدم با مانورها و بازی های مخصوص به خودتون و مخصوص به خودت اونا رو خیلی راحت میاندازید تو دام و چاهی که میخوای. البته دام و چاهیست که اونا همیشه خوشحالن، ولی من نگرانیم در اینه که آخر کار چون یه جوری، حالا درسته برخی از وقت در ظاهر تو اونا رو ترک میکنی، ولی در واقعیت اینه که اونا هم تو رو ترک میکنن هم نگرانت میشن که به زحمت و خطر در ارتباط با تو بیفتن. برای که یه مقدار نه همچین چیزی نیست، یعنی واقعا ترک کردم تمام. مثلا فرض کن با 20 تا مرد اگر دوست من شدن، خب دوست تو شدن ولی دوستان تو هستن برای که میخوان خاطرشون واسطه باشه، تو به خودت و به اونا آسیبی نمیزنی، ولی بعدن ادامه رابطه رو یا اینکه با تو جدی بشن که درست نمیدونن عزیز. یعنی یه مقداری حالت موقتی رو ناچار با تو پیدا میکنن، برای که توانایی هم راهی با تو رو ندارن، برای که تو سرعتت بیش از اونی که اونا بتونن بیش از یه مدت کوتاهی که نفس نفس میزنن دنبالت بدون، و بعدش تو رفتی و اونا موندن، و بنابراین حالا نفر بعدی که جلوه نوبت اون میشه که با هیجان تو برای یه مدتی میدوه تا اونم قصده میشه. نه کارت معلوم میشه. یعنی تقریبا همیشه این آدم ها به زندگی من عد شدن، ولی تعداد کسایی که واقعا حذف شدن خیلی کم بوده. واقعا یعنی حذف شدن، ولی خب اگر کسی واقعا خواسته که از زندگی من بره، با وجود دردی که کشیدم هیچ موقع مزاحمت نه اونا آخه مسئله تو نیست. اونا اگرم هست فقط برخی از اوقات ممکنه درباره اینکه چرا داره چنین میکنه بیشتر بوی پرسش و کنجکاوی داشته باشه تا یه واقعیتی. بعدم در ته وجود اونقدر ارزشی متأسفانه نه برای خودت قائلی نه برای کسی دیگه. یعنی میدونی هیچ چیز تو باور نداری، تو همه چیز برای زیر سوال رفته، برای که با موضوع و موارد و حالاتی روبرو شدی که به ظاهر اصلا اینجوری نمیاد، و به همجاست که برخی از اوقات ای بسا مردی که مثلا سنگین و رنگین و قوی بوده آنچنان به ضعف و زبونی افتاده که فکر کرد این چرا اینجوری شد، در حالی که این همون چیزیست که در تو هست. یعنی تو برای انسان یه سوال، یه معماست، یه قله ایست که باید فتح بشه، ولی بعد از اینکه فتح شد از اونجا میای پایین دیگه. دکتر یه چیزی هم اضافه کنم، این معمولا کسایی که مردایی که من باشون آشنا می شدم، حالا معمولا که نگم، ولی خب کسایی بودن که مثلا منو کالای درد دل پیدا می کردن. خب آخه برای که توانایی هست، خب آخه تو یه بیمار شدنش لذت می بردن، و تا زمانی که اون اعتماد به نفسای و شکستاشون رو جمع می کردن و به قول معروف حالشون خوب می شد ترکم می کردن. خب آره دیگه، برای که اونا فقط وقتی می آمدن که میخواستن خاطرشون آسوده بشه به تو مقدار زیادی نزدیک شدن، ولی همونطور که گفتم تو به هر حال وقتی به نزدیک میشدن اون وقت میترسیدن از عهده تو بر نیان، ولی که خیلی کار مشکلی کسی از عهده تو بر بیاد. به همجاز که کالای ازدواج به هر که هیچ کس نمیتونه همسط و همپای تو بدوه، و بعدم سرعت تو، انتظار تو، توقع تو به هر حال همیشه چیزی بیشتر از اونی که هست میخوای، و خیلی از آدم ها یه جای دیگه میستن میگن بس دیگه، تا این قله هزار پای رو آمدیم دیگه بسته، ولی تو میگه آخر کار بیاد یه کوه مصنوعی درست کنیم من ازش برم بالا. یعنی منظورت اینه که من توقعم از آدم ها زیاده، توقع از خود زیاده، برای که اون تو رو اونجا نگه نمیتونه بذاره عزیز. هیچ چیزی برای تو برای بلند مدت دیپرشن عزیز، اینا ترکیبای اینا وقتی که میاد چه این معلومه یه کمی هم حالت سادگی رو داری، ولی در این حال وقتی به یه چیزی توجه میکنی هیچ کس نمیتونه گولت بزنه، بنابراین یه دوگانگی سادگی و شک سنگین هم داری،
و به همجاست که اگر کسی با تو درگیر بازی بشه میبازه، اگر رو راست باشه تو حوصلت برای از این مدتی سر بنابراین هر دوتا آدم ها برای بسر است. حالا برحال مواظب خودت باش، بیش از این من فکر نمی کنم، ولی اگر یه روانشناس خوب پیدا کردی خانم، مبادا بری سراغ یه آقای بیچاره بدبخت. سراغ خانم رفتیم برای که نمیخوام یکی دیگر رو گرفتار تر از این که هست. مواظب خودم اگر این جان. یه سوال دیگه فقط بپرسم، اگر که همین با همین ترتیب ادامه پیدا بکنه، آیا دورنمایی دیده میشه که من بتونم ازدواج کنم و زندگی آخه اصلا برای چی میخوای ازدواج کنم؟ من اگر اینکه خیلی هم تنها هستم و توی خوب دیگه دریای محبتی هست که میخوام ببینم. حالا دریای محبت تو فعلا خوش کن، بی خودی برای خودت و بقیه درد سر درست نکن. نه در تو بالاخره این ببین عزیز، شکار چی هستی؟ شکار رو میزنی بعدم چون گرسنه نیستی ول میکنی میری. بنابراین من با یه هانتر کاملا، مغز تو یه مغز شکارچی عزیز. غالب اوقات اینا بسیاری از مردان غیر عادی بودن، حالا تو خانمان پیدا میشه تو همی که نمونش. ولی ترکیبت مشخص عزیز، یه مداری درباره هیستریانیک بوردرلاین منیک دیپرشن بخون و بدون، چون خود توانایی داری ببین کجا میتونی چی کار بکنی. اگر بعدن یه مسئله دیگری مطرح شد زنگ بزن با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم وقتتون اختیار من گذاشتید. ممنونم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.